درود بر دوستان گرامی. در مورد قطعه چند مضراب حجاز، بخش بسته‌نگار در قسمت پایانی این قطعه که از دوستان پرسش کرده بودن که چرا به این شکل از مضراب گذاری نوشته شده و اینها و می شده از مضراب گذاری بهتری استفاده بشه، این با اصل ماجرا فاصله داره و اصل ماجرا چیز دیگری بوده، من معتقدم که ما باید یه مقداری با یک دید عمیق‌تر و دقیق‌تری به منابع الهام توجه بکنیم و ببینیم که اصلا این قطعه و این اثر از چه منابع الهام گرفته شده، که من قبلا در مورد محتوای ردیفی اون توضیح داده بودم که این بر اساس گوشه یقولون یا یقولونه شکل گرفته و لحاظ تکنیک های مضرابی خب بخشی از اون برمیگرده به خلاقیت های شخصی هنرمند گرامی آقای پرویز مشکاتیان و بخش دیگرش نگاه به گذشتگان بوده و برخی از آثار و قطعات استاد حبیب سمایی که جناب مشکاتیان ارادت ویژه‌ای به سنتور نوازی ایشون و شیوه نوازندگیشون داشتن و این تأثیر پذیری رو در آثار ایشون به وفور میتونیم مشاهده بکنیم. نمونه‌ای که از این نوع مضراب گذاری الهام گرفته شده رو دوستان بزرگوار در قطعه دو مضراب شهناز استاد حبیب سمایی دیدن و شنیدن. البته اونی که در ردیف استاد سبا نگاشته شده، چون هنرجویان سنتور در گذشته سنتور رو باید با همون کتاب ردیف استاد سبا و با همون مقدمات آغاز می کردن، خب یه مقدار اونجا ساده تر نوشته شده، که حالا من اینجا چون فواصل شهناز رو ندارم، قبلا هم البته اینو اجرا کردم، اونجا به صورت ساده این دو مضراب به این صورت نوشته شده. با این حالت نوشته که این درست برای یک هنرجوی تازه کار و کسی هستش که تازه داره سنتور رو آغاز میکنه، حالا میخواد با مضراب راست راست چپ چپ آشنا بشه، مناسب هستش. اصل این ماجرا که در اون صفحه گرامافون استاد سمایی هم هستش، این به صورت همون دو مضراب چپ اجرا شده که دست چپ کاملا نرم و روان و وصل به اجرای دست راست بعدی هستش، که اصلش به این صورت هستش. حالا از همین موضوع آقای مشکاتیان الهام گرفتن در قالب گوشه بسته نگار که در ردیف‌های متعددی وجود داره و جمله بندی ساختاری بسته نگار برای کسانی که با ردیف‌های سازی و آوازی و انواع ردیف‌ها آشنا هستن خب کاملا مشخص هستش. حالا اونجا وقتی که شما دقت بکنید، همین مضراب گذاری و همین ساختار رو ایشون در قطعه چند مضراب حجاز لحاظ کردن، که حالا من اگر اونو بخوام با سر مضراب بزنم، اصلا ما به اون حالت‌ها و ریزه‌کاری‌های بسته‌نگار نمیتونیم با سر مضراب برسیم. حالا هر چقدر هم تلاش بکنیم ممکنه شبیه سازی بشه از لحاظ مضرابی، ولی از لحاظ برخی جزئیات دیگه ما اون حالت رو و اون کرشمه‌هایی که دست چپ میتونه ایجاد بکنه با اون حالت لغزش و نوازش به قول معروف خیلی زیرپوستی و نرم، خب اینو با سرمضراب دیگه ما نمیتونیم لحاظ بکنیم. من به سرعت کمترشو میزنم، بنابراین این همونه. باز هم اینجا ما مضراب های مختلفی رو میتونیم به شیوه استاد پایور داشته باشیم یا شیوه استاد سبا، هم با مضراب راست چپ متوالی میتونیم بزنیم، هم راست راست چپی که باز دو چپ به صورت دو مضراب چپ اجرا میشه به این صورت. این دورتا
تر به ماجرا و اون مضراب گذاری یعنی دوتا راست چپ خیلی میتونه به اصل ماجرا نزدیک باشه. بنابراین ببینیم که یه چیز غیر ممکنی باز نیست و اینکه برخی دوستان میگن چرا به این صورت نوشته شده، این منبعش کجا بوده و چرا نمیشه اجراش کرد، چرا با فلان نواری که ما شنیدیم تطابق نداره و اینها، و میبینن که نه، منابعش در همون کتابهایی که بارها و بارها زدن. فقط ما باید یه مقدار دقت و تأمل بیشتری در منابع شنیداری و اجراییمون بکنیم. بسیاری از این مسائل رو به راحتی میتونیم در همون کتابهای مقدماتی بیابیم و ببینیم که اینها مضراب های عجیب غریبی نیستش و از کرات دیگری هم نیومده و هست، فقط باید یه مقدار تأمل و دقت بیشتری روش داشته باشیم. پس من یه بار دیگه اون حالت رو اجرا میکنم. حالا اینو شما اگه بخواید با سرمضراب اجرا کنید، حالا اگر شد تونستید با این مضراب اجرا کنید، من حرفی ندارم، ولی اگر حالت اصلی اون رو میخواید و اون حالتهایی که در گوشه بست نگار موجود هست و اون کرشمه و نوازشی که در اون هست، اون ناز و تنعمی که در اون وجود داره رو باید با این حالت اجرا کنید، و اگر امکانش نیست با این سرعت با دو چپ اجرا بشه، با یه چپ سعی کنید این رو تداعی بکنید تا بعداً با تمرینات کافی و مفید این رو بتونید تبدیل به اصلش یا واقعیتش بکنید.